در گزارش پیش رو به موزه متروپولیتن نیویورک میرین که با نمایشگاهی بسیار جالب دیدار کننده ها رو رو در روی مجسمه ساز برجسته فرانسوی آگوست رودن قرار میده. این نمایشگاه به مناسبت سالگرد درگذشت این هنرمند برپا شده. موزه متروپولیتن نیویورک با نمایشگاه ویژه‌ای از آگوست رودن هنرمند فرانسوی تجلیل می‌کند. حدود 50 قطعه اثر از کلکسیون غنی موزه به نمایش عموم درآمده. از جمله اثر مشهور او به نام متفکر. رودن با مجسمه‌هایش تأثیر زیادی بر هنر مدرن گذاشت. تندیس‌های او با الهام از داستان‌های ادبیات کلاسیک از جمله کمدی الهی دانته ساخته شدند. ایده نمایشگاه نشون دادن مجسمه‌های رودن در این گالری بزرگ بود به گونه‌ای که مردم بتونن با تندیس‌ها در تعاملی نزدیک باشن و دستاوردهای ارزنده رودن در عرصه هنر رو درک کنن. رودن بیشتر روی جنبه‌های انسانی تمرکز می‌کرد و فرم انسان براش اهمیت زیادی داشت. برخی از آثار به نمایش در آمده برای اولین بار است که بعد از دهه ها به تماشای عموم در می آیند. از جمله دست رودن. مجسمه ها در کنار نقاشی هایی از هم دوره ای های رودن از جمله کلود مونه به نمایش در آمدند و دیدار کننده ها می توانند شاهد گفتگو و تعامل میان آثار باشند. آثار رودن به گونه ای در نمایشگاه قرار گرفتند که بینش هنری او را برای مخاطب باز می کند. مردم می توانند دور برخی از تندیس ها از جمله آدم و حوا یا دست پروردگار بچرخند و اثر را از زوایای گوناگون ببینند و به این ترتیب رو در روی رودن قرار بگیرند. عصر برونز که در میانه نمایشگاه قرار دارد در واقع جمع‌بندی است از ویژگی های شخصیتی و حرفه‌ای رودن. در این اثر احساس انسان رو ثبت کرده. شخصی که هوشیار شده ولی ما نمیدونیم از سر ذوق یا از روی درد و رنج. این ابهام زیبا و این توانایی برای بیرون کشیدن جنبه‌های انسانی از درون هر تندیس دستاورد بسیار ارزشمندیه. گالری مجاور نقاشی‌های رودن را به نمایش گذاشته. همچنین عکس‌هایی از او در کنار آثارش که روایت زندگی این هنرمند برجسته را در قالب قصه جذاب به مخاطب ارائه می‌دهد.